حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل، عمل، عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. توافق هسته‌ای در بنبست، چه کسی گام اول بازگشت به تعهدات برجام را برمی‌دارد؟ ایران یا آمریکا؟ از دو کارشناس روابط بین‌الملل می‌پرسیم گذشت زمان به زیان ایران است یا آمریکا؟ در ادامه برنامه امشب. سرمربی تیم اسکی زنان ایران تازه‌ترین قربانی تبعیض حقوقی. گزارش شده که سمیرا زرگری به درخواست همسرش ممنوع الخروج شد. تک تیراندازان حوثی متهم به قتل کودکان یمنی. چگونه تعز به یکی از خطرناکترین نقاط جهان برای خردسالان بدل شد؟ روسا یک راکت داره، زمین به هوا، همین استینگر است. انتقاد مارشال دوستم از نقض توافق صلح با آمریکا. معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان احتمالاً در پی موشک‌های پیشرفته است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در شرایطی که ایران و آمریکا بر سر اینکه کدام یک باید گام اول را برای احیای برجام بردارد با هم بگو مگو می‌کنند، فرانسه فردا میزبان نشست وزیران خارجه آمریکا و قدرت‌های اروپایی خواهد بود تا درباره ایران گفتگو کنند. ایران می‌گوید مصمم است اجرای پروتکل الحاقی را که به بازرسان آژانس اجازه بازدید سرزده از اماکن مورد نظرشان را می‌دهد تا 5 روز دیگر پایان دهد. نگرانی که مدیر کل آژانس را روز شنبه به تهران روانه می‌کند. امروز رهبر و رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر گفتند که طرف مقابل پیش از برداشتن تحریم‌ها انتظاری از ایران نداشته باشد. آمریکا میگوید راه دیپلماسی باز است و بعد از بازگشت به برجام میتوان بر سر برنامه موشکی ایران و فعالیتش در منطقه هم مذاکره کرد. در شرایطی که انتظار می‌رود بار دیگر اروپا و آمریکا درباره ایران هم صدا شوند، دست ایران در این منازعه چقدر باز است؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش سیاوش اردلان. مشکل زنده کردن برجام این است که آیا گام اول را ایران بردارد یا آمریکا؟ مشکل هنوز هم همین است. آمریکا میگوید اول ایران، ایران میگوید اول آمریکا. آنچه در 24 ساعت گذشته گفته و شنیده شده اساساً تکرار همین موازه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب کلی از باز بودن راه دیپلماسی با ایران حرف زد، اما بازی اول تو بعد من را تغییر نداد. او گفت راه دیپلماسی باز است، ولی ایران هنوز با بازگشت به برجام فاصله دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. حرفهای امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم قرینه حرفهای آمریکایی ها بود. بحثی نداریم. با چاشنی قلیستری از اطمینان دادن به آنها که ایران جز صلح و مذاکره نمیخواهد. امروز تحریم رو وردارن، فردا صبح به همه تعهدات ما عمل میکنیم. امروز تحریم وردارن، بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل میکنیم. تنها نکته قابل ملاحظه حرفهای امروز آقای روحانی این بود که گویی با مواضع قبلی آیت الله خامنه ای رهبر ایران تفاوت داشت. باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. آیت الله خامنه ای گفته بود اول آمریکا باید همه تحریم ها رو لغو کند تا ایران به برجام بازگردد. امروز حسن روحانی گفت با بازگشت ذره ذره و گام به گام دو طرف به برجام هیچ مشکلی ندارد. آمریکایی‌ها یک قدم بردارن، ما هم یک قدم برمی‌داریم. آمریکایی‌ها همه قدم‌ها رو یه جا بردارن، ما همه قدم‌ها رو یه جا برمی‌داریم. تدریج می‌خوان، اهلاً و سهلاً. مجموعه می‌خوان، اهلاً و سهلاً. روشن نیست آیا اینکه آمریکا باید همه تحریم‌ها رو بردارد تا ایران به برجام بازگردد، موضع تغییرناپذیر ایران است یا اینکه بازگشت گام به گام دو طرف هم شدنی است. در هر دو صورت اینکه گام اول از کدام طرف باشد هنوز مشکل اصلی است. هیچ کدام از دو طرف تایید یا رد نمی کنند که آیا پشت پرده قرار و مدار و وعده وعیدی در جریان است یا نه. حرفای زده میشه. اگر همچنین چیزی باشد، امروز آیت الله خامنه ای گفت این بار وعده آمریکایی ها را باور نخواهد کرد. حرف و وعده خوب خیلی شنیده که در عمل اون حرفا و وعده ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل،
عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. هزینه سرسختی برای ایران ادامه تحریم‌های آمریکاست. هزینه سرسختی آمریکا هم خطر رادیکالیزه کردن ایران است. تازه ترین نمونه آن پایان ضرب العجل ایران برای لغو تحریم‌های آمریکا تا 5 روز دیگر است و توقف اجرای پروتکل الحاقی که بر اساس آن بازرسان خارجی امکان دیدارهای سرزده را نخواهند داشت. دولت جو بایدن ظاهراً زیاد خود را درگیر این ضرب العجل نکرده. آنگونه که بعضی محافل خبری آمریکا میگویند بین مشاوران دولت بایدن هم بر سر شدت و حدت سرسختی نسبت به ایران اختلاف نظر وجود دارد. اما فردا قرار است آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره ایران گفتگو کنند. پیشاپیش این گفتگوها مقامات اروپا با سران ایرانی جداگانه صحبت کردند. از جمله سوئیسی‌ها و آلمانی‌ها. دفتر صدر اعظم آلمان امروز در بیانیه از ایران خواست به گفته این بیانیه نشانه های مثبت بروز دهد، به عبارتی کوتاه بیاید. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد ریچارد وایتس به ما پیوسته، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی در مؤسسه هاتسون از آرلینگتون در ایالت ویرجینیا. آقای وایتس، فردا قرار هست که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با هم دیدار داشته باشن نمایندگانشون. بعد از 4 سال به نظر میرسه دوباره فرصتی پیش آمده تا نظر این دو گروه با هم یکسان بشه، آمریکایی‌ها و رهبران اروپایی‌ها. ایران در چه شرایطی قرار میگیره با توجه به آنچه که قرار هست اتفاق بیفته؟ این دیدار باید اهرام بیشتری رو در اختیار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قرار بده. همونطور که ما می‌دونیم ایرانیان خیلی سرخورده شدن از اروپایی‌ها، از اینکه اروپا به اندازه کافی آمریکا رو به چالش نکشیده. برای همه من فکر نمی‌کنم این دیدار یه تأثیر خیلی مهمی داشته باشه، مثلا فرقی با گفتگوهای آمریکا با چینی‌ها یا روس‌ها داشته باشه. من اتفاقا فکر کنم که اگر روسیه یا چین موضعشون رو با آمریکا نزدیک‌تر کنند تأثیر قوی تری خواهد داشت، ولی به هر حال ضرر نداره. این میتونه یک ذره تنش‌های بین آمریکا و اروپا رو حل بکنه اگه بتونن یک موضع واحدی در مورد تحریم‌ها بگیرند. صحبت‌های رهبر ایران رو امروز شنیدید. اون میگه وعده و وعید بس، ما اگه عمل ببینیم عمل هم می‌کنیم. فکر می‌کنید آمریکا واقعاً می‌تونه قبل از اینکه ایران به تعهداتش تحت برجام برگرده کار عملی انجام بده؟ Right, so we have ended up in this situation where بله، ما الان خودمون رو در وضعیتی میابیم که هر دو طرف میخوان طرف مقابل گام اول رو برداره. من فکر میکنم راه حل این باشه که احتمالاً یک طرف ثالث وارد قضیه بشه. میدونم وزیر خارجه ایران گفته اتحادیه اروپا شخص ثالث باشه، بعضی صحبت کردن که شاید روس‌ها یا چینی‌ها اون طرف ثالث باشن، یا مثلا بگن که اول ژوئیه تو ایران مثلا کمی از دامنه فعالیت‌های هسته‌ایت کم بکن و به همون چارچوب برجام برگرد و تو آمریکا تمام تحریم‌هایی رو که در سال‌های گذشته علیه ایران اعمال کردی و مطابق برجام نیستن اینها رو لغو کن. به این شکل هر دو طرف میتونند جدا از همدیگه ولی در دو خط موازی عمل بکنند و به برجام برگردند و هر دوشون به اون نقطه ایدئالی برسن که میخوان ببینن. ولی چیزی که ممکنه این رو سخت‌تر بکنه شرط و شروطی است که رهبر ایران گذاشته و اون میگه که باید راستی آزمایی بکنیم. اول آمریکایی‌ها باید قدم رو بردارن، بعد ما راستی آزمایی بکنیم. اما چیزی که میخواستم از شما بپرسم اینه که خیلی ها نگران این هستند که این با گذشت زمان و کمتر شدن تعهدات ایران بر اساس برجام دوباره نگرانی ها بر سر دخالت فرض بگیریم کشورهای دیگری مثل اسرائیل پیش بیاد به این مسئله. چقدر این نگرانی ها جدی است؟ آیا باید مردم ایران مثلا نگران باشند بر سر اون چه که در طول چند هفته آینده ممکن است اتفاق بیفته؟ You know, I'm less worried about the Israelis or some other actor. اونقدر
نگران اسرائیل یا یک بازیگر دیگری نیستم که بخواد مثلا یک کار خاصی انجام بده. بلکه اگه مثلا اسرائیل بخواد کاری بکنه، واقعا رابطه‌شو با دولت جو بایدن تیر و تار خواهد کرد. بلکه هنوز هم دولت بایدن واقعا تصمیم نگرفته چقدر میخواد با اسرائیل همراه باشه یا چقدر میخواد مقابل اسرائیل قرار بگیره، مثلا در بحث شهرک‌سازی یهودی. برای همین فکر نمی‌کنم اسرائیل کاری بکنه که بخواد آمریکا و مقابل ایران قرار بده، و فکر نمی‌کنم اسرائیل بخواد مستقل از آمریکا کاری بکنه، مگر اینکه فکر کنن که خطر هسته‌ای ایران فوری باشه که واقعیت نداره. اما نگران هستم هر چقدر که زمان بیشتر بگذره مواضع دو طرف سرسخت‌تر بشه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیشتر بشه و تحریم‌های آمریکا ادامه پیدا بکنه، اصلا کلاً حل مسئله رو سخت‌تر می‌کنه، لایه‌های بیشتری رو ایجاد می‌کنه، آجرهای بیشتری رو روی دیوار رابطه دو طرف ایجاد خواهد کرد. برای همین خیلی لازم هستش که تمام طرف‌های مختلف باید سیاست‌های خودشونو هماهنگ بکنن. انتخابات ایران پیش رو هستش، بنابراین امیدوار هستم که تمام این طرف ها مسائلشون رو همین امسال حل کنن. ممنونم از شما ریچارد وایت، مدیر مرکز تحلیل سیاسی و نظامی در مؤسسه هاتسون. محسن میلانی با ماست، مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدا جنوبی از تامپا، تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای میلانی، به نظر میرسه اون چه که از صحبت‌های رهبر ایران و رئیس جمهوری امروز دیدیم و همینطور صحبت‌هایی که در طول چند هفته گذشته شنیدیم، ایران احساس میکنه که دست بهتری الان داره و دست بالا رو داره، طوری و از موضعی صحبت میکنه که دست بالا رو دستش هست و میتونه هر جوری حالا بخواد بازی رو بچرخونه. فکر میکنید این دیدگاه درسته یا در نهایت ممکنه که به نوعی اشتباه باشه؟ با عرض سلام، اگر واقعا جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست بالا رو داره در رابطه با مذاکراتی که میخواد با آمریکا و بعداً به 4+1 که انجام بده، کاملا اشتباه داره فکر میکنه. اما اگر این فکر رو میکنه که امروز وضعیتش یه مقداری بهتر شده از یک سال قبل، درست فکر میکنه. از اون لحاظ موقعیت ایران، هم لحاظ برنامه اتمی خودش، هم لحاظ موقعیتی که تو منطقه داره، از یک سال قبل بهتر شده و بنابراین جمهوری اسلامی سعی داره میکنه که از این بهبود شرایط استفاده زیادی بکنه. فکر میکنید آمریکا حاضر خواهد بود که بدون اینکه بحثی در مورد موشک‌های ایران، برنامه موشکی ایران و همینطور اقدامات ایران در منطقه بکنه، تحریم‌ها رو برداره و با ایران بر سر مشخصا برجام به نتیجه برسه؟ بله، سوال خیلی مهمیه. اگر اجازه بدید من اینو از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم، اینکه چرا این مذاکرات اینقدر پیچیده شده. اگر یادتون باشه آقای بایدن قبلا میگفتش که موقعی که رئیس جمهور انتخاب بشه به برجام برخواهد گشت، ولی فعلا این کار انجام نشده و دلایل مختلفی داره. مسئله انتخابات ایران خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر این تحریم ها قبل از انتخابات برداشته بشه، تمام جناح‌های مختلف سعی دارن میکنن که بگن ما برنده اصلی این بودیم. بنابراین یه مقداری سختگیری در ایران داره میشه. به علاوه در داخل آمریکا، برعکس اون چیزی که مهمان محترم شما گفت، من به نظرم فشار زیادی به آقای بایدن هست، هم از طرف جمهوری‌خواها و هم از طرف یک جناحی در خود حزب دموکرات که به این سادگی مذاکره نکنید. و در حقیقت من میتونم اینطوری مسئله رو نگاه کنم که فکر میکنم که حتی تیم آقای بایدن که میخواد وارد مذاکرات با ایران بشه، به این نتیجه رسیده که باید استفاده کنه از این چماقی که آقای رئیس جمهور قبل آمریکا ترامپ استفاده کرده و این تحریم ها رو به سادگی بر نداره و سعی کنه یه مقداری پوان از این بگیره. و بعد مسئله مهمی که باید بهش من اشاره کنم و شاید هم دلیل عمده حرف‌های امروز آیت الله خامنه‌ای باشه، اینه که مذاکرات بین ایران و آمریکا غیر مستقیم شروع شده و یه دعوای اصلی به نظر من سر مسئله فقط برجام نیست. مسئله اینه که بعد از برگشت آمریکا به برجام
چه مطالبی باید گفتگو بشه. اونجاست که به نظر من مسئله خیلی جدی میشه. یعنی اگر آمریکا میخواد تمام اینها رو به عنوان یک پکیج ببره جلو، ولی جمهوری اسلامی به نظر من نمیخواد این کارو بکنه. اینا میخوان اول مسئله تحریما برداشته بشه، اعتماد پیدا کنن به آمریکا و بعد وارد مذاکرات بشن. مسئله عمده حقیقت اینه که ایران اعتماد به آمریکا نداره. ما میدونیم که آیت الله خامنه ای سالیان ساله که به آمریکا اعتماد نداره، ولی به خاطر اتفاقاتی که در این 3 سال اخیر افتاده، از بیرون آمدن آمریکا و برجام، از تحریم هایی که علیه ایران اعمال کردن و بعد کشتن سردار قاسم سلیمانی، به نظر من این بیعتمادی زیاد شده. با همه این صحبت ها، اگر سریع بفرمایید، به نظرتون با گذشت زمان، این گذشت زمان به ضرر کدوم طرف خواهد بود، ایران یا آمریکا؟ من به نظرم به ضرر هر دو خواهد بود، ولی به خاطر اینکه در هر صورت آمریکا پرقدرت‌ترین اقتصاد دنیا رو داره، ضرر به آمریکا کمتر خواهد بود. ولی از اونجایی که من معتقدم که برگشت به برجام، زنده نگه داشتن برجام، برجام رو از ICU بیرون آوردن و زنده نگه داشتنش به نفع منافع آمریکا و به نفع منافع ایرانه، هر چه زودتر این دو کشور اعتماد سازی بکنن و وارد مذاکره بشن، به نفع هر دو این دو کشور خواهد بود. ممنونم از وقت شما. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی ما. در ایران، روزنامه شرق گزارش کرده که سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی زنان، نتوانسته همراه اعضای تیم به مسابقات جهانی در ایتالیا برود چون همسرش به او اجازه خروج نداده. این اولین بار نیست که یک ورزشکار زن ایرانی به دلیل مخالفت همسرش از شرکت در مسابقات بین‌المللی باز می‌ماند. مریم افشنگ نگاهی کرده به ماجرای زنانی که صرفاً به خواست همسرشان ممنوع خروج شدند. دلم نمیخواد ایشون بره. قانون بلدم، همه چی موجهه، خودم مورد تایید همه جا. خبر تازه است اما حکایت تکراری. بار دیگر زنی ممنوع الخروج شد چون همسرش اجازه سفر را از او گرفت. چهره ورزشی و شناخته شده سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی بانوان ایران. امروز روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در فدراسیون اسکی ایران نوشته که مسئولان این فدراسیون تا لحظه آخر تلاش کردند این مشکل حل شود، اما در نهایت تیم ملی اسکی زنان بدون سرمربی به ایتالیا رفت. خانم زرگری سال 2007 در مسابقات اسکی در ایران اول شد. او اولین سرمربی تیم ملی ایران است و پیش از او این تیم سرمربی مستقل نداشت. این نخستین بار نیست که ورزشکاری زن به دلیل مخالفت همسرش از سفر به خارج و شرکت در مسابقات باز می‌ماند. زهرا نعمتی اولین زن ایرانی است که در مسابقات پارالمپیک تابستان 2012 مدال طلا گرفت. خانم نعمتی پرچمدار کاروان ایران در مسابقات المپیک ریو را اردیبهشت 96 همسرش ممنوع الخروج کرده بود. همسر خانم نعمتی که مانند او عضو تیم ملی تیراندازی با کمان معلولان بود، گفته بود دلیلش ترک منزل بود. میگه منم واقعا قصد و نیتی بابت علنی کردن و رسانه‌ای کردن این قضیه نداشتم. به من گفتن خانم اردن شما چرا خط خوردی؟ من نتونستم که مسئله فنی خودم رو زیر سوال ببرم. راستشو بخواین مثلا با دوستان میرم میگم این همونیه که گل فینال زد، این همونیه که این اتفاق براش افتاد. میدونید منم الان همه میشناسن، ولی من میگم این همون خانم است که اون اتفاق براش افتاد. نمونه دیگر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان. 6 سال پیش به دلیل مخالفت همسرش که مجری تلویزیون ایران بود، نتوانست به مسابقات جام ملت‌های آسیا برود. او در نهایت و در آذر ماه سال 94 پس از جنجالی شدن این موضوع با اجازه دادستان به مسابقات جهانی فوتسال در گواتمالا رفت. اینها تنها نمونه های از ممنوع خروجی زنان توسط همسرانشان است که به رسانه ها درز کرده. آن هم به این خاطر که این زنان چهره های شناخته شده بودند و در سطح جهانی قرار بود در زمانی مشخص در جایی خارج از ایران باشند. آماری از زنانی که در ایران ممنوع خروج می شوند در دست نیست. اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، زنان برای دریافت گذرنامه باید اجازه همسر داشته باشند و بعد از صدور گذرنامه هم مردان می توانند همسرانشان را از سفر منع کنند.
قانونی یک طرفه که چنین حقی را برای زن به عنوان همسر متصور نیست. قانونی که با وجود اعتراض‌ها به تبعیض آمیز بودنش تا امروز تغییری نکرده. ما در قبال عشقی که به آقایون میدیم حقامونو میگیریم. عشق ندی حقات هم شاید نگیریم. در نهایت این حق همیشه دست مردان است. یا در نقش همسر و پدر و قیم یا در نقش دادستان. مریم افشنگ، بی بی سی. دورنا ماهینی عضو پیشین تیم ملی قایقرانی ایران از تورنتو کانادا با ما هست. خانم ماهینی، به خاطر فعالیت‌هاشون در حوزه ورزش زنان از 2 سال پیش از حضور در مسابقات تیم ملی محروم شدن. خانم ماهینی، خوش آمدید به برنامه ما. فکر می‌کنم شما بیگانه نیستید با اون چیزی که خیلی از مردم حالا دارن میشنوند، و اون هم این که تعدادی از ورزشکاران به خاطر اینکه همسرانشون اجازه نمیدن که از کشور خارج بشن، عملا ممنوع خروج میشن، از مسابقات جهانی باز میمونن. چه محدودیت‌هایی رو خود شما شاهدش بودید و فکر می‌کنید که چقدر این چطور میشه اون رو حل کرد؟ سلام به شما و بینندگان عزیزتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بله، اینا چیزهایی نیستن که جدید باشن و یه لیست خیلی بلند بالایی داریم از محدودیت‌های ورزش بانوان در ایران که من چند تاشونو براتون مثال میزنم. مسئله اول، اجازه خروج از کشور. شما زمانی که مجرد هستی باید اجازه سرپرست تو داشته باشی و زمانی که متأهل شدی اجازه همسر. یعنی هر مرد در زندگی ما باید نقش زندانبان داشته باشه برای ما. و فقط مسئله خروج از کشور نیست، شما وقتی که به عنوان ورزشکار ملی میخوای به یه مسابقه و یه ایونت خارج از کشور بری، باید یه وثیقه با یه مبلغ خیلی قابل توجه بالای 100 میلیون بود فکر میکنم، شاید هم الان بیشتر شده باشه، باید بدی به فدراسیون به عنوان گارانتی برگشت. و الان در قرن 21 وقتی که خانم مرکل یکی از موفق ترین رهبرهای دنیا هستن، ما هنوز داریم میجنگیم برای اینکه تقریبا برای هر کاری نیاز به اجازه سرپرست و یا همسرمون داریم و این فاجعه است. اگرچه که هنوزم چقدر این مشکلاتی که باهاش مواجه هستین، برای اینکه کسی که ورزش حرفه‌ای میکنه تمام تمرکزش همه جای دنیا اینه که فقط بر ورزشی باشه که داره انجام میده، چون موفقیتش یعنی هدفش اینه که در اون رشتهش موفق بشه. چقدر این مسائل حاشیه‌ای تاثیر میذاشت روی فعالیتی که شما میخواستین انجام بدین در ایران؟ خب یک ورزشکار شانس اینو نداره همیشه برای اینکه بدرخشه. شما مثلا فکر کن اگه هدف یک ورزشکار المپیک باشه، باید سالها برای اون 2 دقیقه‌ای که قراره توی المپیک مسابقه بده یه عمر رو باید بذاره، زحمت بکشه که بتونه داخل اون مسابقه شرکت کنه. ولی متاسفانه در ایران به خاطر یه سری دلیل‌های خیلی کوچیک میتونه اون لحظه اسمت خط بخوره و تو همیشه این شانس رو از دست بدی. من وقتی که 15 ساله بودم، دونده بودم و تصادف کردم، اونجا بود که دیگه خب نمیتونستم قدم راه برم و مجبور شدم رشتم رو عوض کنم. 2 سال طول کشید که من تونستم یه رشته دیگر رو انتخاب کنم و بعدش سالها زحمت کشیدم که بتونم یه مدال دیگه توی یه رشته دیگه هم بگیرم. یعنی وقتی که شما به واسطه هر مسئله اسمتون خط میخوره از تیم ملی و اعزام نمیشید، معلوم نیست که تا آخر عمرتون شما شانس اینو داشته باشید که بتونین داخل یه ایونت دیگه شرکت کنید. ببینید مثلا خیلی از ورزشکارانی که همین امسال برای المپیک خودشون آماده کرده بودن به خاطر شرایط کووید نتونستن توی اون مسائل اون مسابقات شرکت کنن، خیلی هاشون اصلا کنار گذاشتن ورزش رو. و برای زنان مسئله در ایران، زنان ایرانی مسئله چندین برابر سخت‌تره، برای اینکه مشکلات عدیده دیگه هم هست. در نهایت فکر می‌کنم شما عطای شرکت کردن حداقل برای تیم ملی قایقرانی ایران رو به لغاش بخشیدید. چه چیزی باعث شد، یعنی در نهایت اون چیزی که باعث شد که شما نخواهید که به این مسابقات برین زیر پرچم ایران و شرکت کنین چه بود؟
به خاطر اینکه وقتی که شما قرار داخل یه مسابقه شرکت کنید باید یه ذهن فری و خالی از استرس داشته باشی، ولی متاسفانه اینقدر فشارها زیاد هست که بعضی وقتا آدم حاضر میشه که یه تبعید خودخواسته داشته باشه و دیگه ترجیح بده که کنار بذاره به خاطر اون استرس هایی که وارد میشه. مثل خانم علیزاده هم که مهاجرت کردن و ترجیح دادن که دیگه نباشن به خاطر تمام اون استرس ها. یه سری قانون ها هست که اصلا هیچ جایی نوشته نشده و کسی ازش خبر نداره. این وقتی که نسبت به اون تعداد تیم، مثلا برای اعزام تیم 10 نفره 2 نفر حراست میفرستن که تمام مدت حواسشون باشه که آیا شما موقع گرم کردن لباست به تن چسبیده، آیا حجاب تو در آوردی اگه گرمت شده باشه موقع مسابقه، و تمام اینها بعد از مسابقه گزارش نوشته میشه و به پرونده ورزشکار اضافه میشه که ممکنه باعث بشه که ورزشکار نتونه داخل مسابقه‌های بعدی شرکت کنه. هیچ وقت ورزشکارهای زن ایرانی با وجود همه این تبعیض‌هایی که متوجهشون بود، هیچ وقت فکر یک حرکت جمعی در اون زمانی که شما شرکت میکردین کردین که کار جمعی انجام بدید، یه اعتراض جمعی؟ اعتراض جمعی اونقدر ساده نیست. شما فکر کن وقتی که منو به خاطر یه سری پست‌های اینستاگرامی که میذاشتم به خاطر حقوق و ورزش زنان منو محروم کردن و من تنها کافی نیستم، یک نفر کافی نیست، و مسئله فقط مسئله زنان نیست، این یک مسئله انسانی هست که یک آقا چطور میتونه قبول کنه که مادرشون، همسرشون، دخترشون هنوز درک کافی و درک لازم رو نداره برای تشخیص زندگیش که الان آیا اجازه داره که بره سر کار یا حتی اجازه تحصیل داره، دیگه چه برسه به مسابقه. ما نیاز داریم به مردان فمینیسم که اگر صدای منو میشنوید. بله بله بله، جمله آخرتون رو بفهمید، وقتمون هم در حال تمام شده است. ما به مردان فمینیسم نیاز داریم و خانوم ها تنها کافی نیستند. ممنونم از شما. دورنا ماینی، عضو پیشین تیم ملی قایقرانی ایران بود. اما برای بحث بیشتر مینا خانی به ما پیوسته، تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران از برلین آلمان. خانم خانی، فکر میکنم صحبت‌های دورنا رو شنیدین و مشکلاتی که ورزشکاران زن ایرانی به خصوص اونایی که در سطح حرفه‌ای دارن دنبال میکنن کم نیست. در چرا واقعا باید ورزشکارا با این محدودیت‌ها روبرو باشن؟ دولت ایران هم و حاکمیت ایران هم در این حال در وجه بین‌المللی براش اون خبرهایی که الان داره منتشر میشه اصلا خوب نیست، ولی هیچ اقدامی انجام نمیشه برای اینکه جلوی اون رو بگیرن. بله، اقدام نمیشه برای اینکه قرار نیست. اگر ما دقت بکنیم، خب الان از لحاظ تاریخی هم ما در سالگرد در واقع انقلاب 57 و پس از اون در واقع به قدرت رسیدن خمینی هستیم، و اگر نگاه بکنیم میبینیم که در واقع اون نظامی که ساخته شده، اون نظامی که تأسیس شده به رهبری خمینی، در واقع روی این تبعیض‌های جنسی و جنسیتی بنا شده. به این دلیل من فکر نمی‌کنم که اصلا قصدی باشه. و بله، از لحاظ بین‌المللی به هر حال اخباری که منتشر میشه اخباریه که وجهه بین المللی جمهوری اسلامی رو به هر حال باز هم خرابتر میکنه، ولی من فکر میکنم که از اونجایی که مسئله زن، مسئله تبعیض جنسیتی، مسئله آزادی های زنان، نه فقط زنان، اقلیت های جنسی و جنسیتی که اصلا از توی کل این دوگانه جنسی جنسیتی که جمهوری اسلامی ساخته و با اون به مرد همان سو جنسیتی در واقع دگر جنسگرا امتیازهای بسیار بسیار جنسی جنسیتی داده و بقیه رو همه رو به حاشیه رونده، توی همچین وضعیتی خب ایدئولوژیش رو اینجوری بنا کرده و به این خاطر در واقع یک جنگ ایدئولوژیک هم هست برای جمهوری اسلامی. و فکر میکنید که قطعا مردان ورزشکار حرفه‌ای هم در ایران هستن که با اون چه که امروز اتفاق افتاده مخالفند و راضی نیستن از اینکه این اتفاق افتاده؟ فکر میکنید چه میتونن اونها بکنن؟ خب متاسفانه ما چون نه توی جنبش‌های اجتماعی یه برآمد دقیقی می‌بینیم، یعنی ما فقط روی داده‌هامون می‌تونیم صحبت کنیم، و اون چیزی که در واقع داده‌های ما به ما میگن اینه که
اولا به طور کلی جامعه مردان، باز میگم مردان که میگم منظورم مردان همسو جنسیتی دیگر جنسگرا هست، به طور کلی توی این نظم به هر حال تبعیض جنسیتی که جمهوری اسلامی ساخته دخالت داشتن. حالا جدا از این که به صورت تاریخی دخالت داشتن، ما توی جنبش های اجتماعی یا جنبش های سیاسی کمتر میبینیم این اقداماتی رو که مردان انجام میدن به صورت حمایتی. در واقع جایی که حضور مردان رو تو مباحث مربوط به زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی می‌بینیم، بیشتر اینجوریه که میان توی مباحث نظری و مباحث سیاسی اونا میخوان دخالت کنن که در واقع اونا هم خطدهی بدن به این وضعیت. ولی شما تو کارهای کمپینی یا تو کارهای جنبشی نمیگم اصلا حضور ندارن، ولی به مراتب حضورشون کمرنگه. در سالهای گذشته می‌بینیم افزایش پیدا کرده با بیشتر شدن آگاهی جنسی و جنسیتی به واسطه شبکه‌های اجتماعی و بقیه چیزایی که در جریان هستن همه، اما به هر حال کافی نیست. و به این دلیل بله، اونها اگر میخوان در واقع نشون بدن که با این نظام در واقع تبعیض جنسیتی، ببینید شاخص شکاف جنسیتی در ایران، در بین شاخص شکاف جنسیتی ایران در بین 153 کشور عدد وحشتناک و شرم‌آور 148 و این یک عزم و اراده جمعی میخواد در واقع با این مسئله برخورد کردن. اما ما میدونیم که از اونجایی که مسئله ایدئولوژیکه برای جمهوری اسلامی، در واقع این عزم و اراده فقط یه عزم و اراده سازوکار اجتماعی نیست، در واقع وجوه سیاسی هم پیدا میکنه و هزینه بره. مسئله اون هزینه هست که در واقع کی قراره اون هزینه ها رو پرداخت بکنه. خانم خانی، یه طرحی در مجلس هم فکر میکنم مطرح شد در مورد این که نخبگان، زنهای نخبه بتونن بدون اجازه همسرانشون اگر لازم بود از کشور خارج بشن، اونم به هیچ جا نرسید، در نهایت کاملا ظاهرا متوقف شد. چرا؟ به چه دلیل و اون به کجا رسید اون طرح؟ ببینید طرح‌های از این دست رو اصلا من می‌خوام اگه نظر و تحلیل کلی خودم نسبت به این طرح بگم، به نظر من طرح‌های از این دست اصلا تلاش‌های مذبوحانه هستن برای اینکه بگن که ما میخوایم که تغییراتی تو وضعیت در واقع زنان و به طور کلی وضعیت جنسیتی در ایران بدیم از طرف حالا یه بخشی از کسانی که توی قدرت سیاسی ایران دخالت دارن، معمولا بیشتر از طرف اصلاح طلبان. ولی ما میدونیم که مسئله زن در ایران، مسئله جنسیتی، مسئله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی یک مسئله روبنایی نیست، یک مسئله زیربنایی در ایران. به این خاطر شما نمیتونید با این تغییرات آهسته و حالا یه طرحی بدم، حالا یه سری زن، اولا زنان نخبه اصلا کیا هستن؟ کیا قراره که اون زنان نخبه رو اصلا تعریف بکنن بگن اینا زنان نخبه هستن اینا نیستن؟ این جور طرح‌ها به نظر من اصلا محکوم به شکستن و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارن برای یه بخشی از جریانات سیاسی که میخوان بگن که ما ببینید به مسئله زنان دقت میکنیم. اگر قرار باشه به مسئله زنان و مسئله جنسی جنسیتی دقت بکنن، باید به صورت ریشه‌ای بهش بپردازن و مسئله ریشه‌ایش میدونیم که فضا رو بسیار بسیار رادیکال میکنه و به هر حال شکاف ایجاد میکنه بین اونا. ممنونم خانم خانی. مینا خانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران با. در ایران هر روز شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا بیشتر میشه. در استان خوزستان در یک هفته گذشته آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا بیش از 50% افزایش داشته و فرمانده عملیات مقابله با کرونا در این استان گفته باید وضعیت اضطراری اعلام بشه. این نوع ویروس که سرعت انتشار بیشتری داره اولین بار در منطقه کنت انگلستان شناسایی شد و حالا در ده ها کشور مشاهده شده. کاوه مشکات گزارش میده. یک بیمار دیگر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گنجویان دزفول. زنگ خطر در خوزستان. آمار همگیری بار دیگر در حال افزایش است. در یک هفته گذشته به گفته مقام‌های محلی مرگ و میر در این استان 1.5 برابر شده. نوع جدید ویروس کرونا به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان در شهرهای بیشتری پخش می‌شود. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در اینجا خواسته وضعیت اضطراری اعلام شود. مطابق بررسی‌های آزمایشگاهی در دو هفته اخیر، موارد متعددی از ابتلا به کرونا جهش یافته انگلیسی در خوزستان شناسایی شده. ویروس جدید با سرایت بالا و مرگ و میر بالاتر نوع غالب کرونا در خوزستان است. اعلام وضعیت اضطراری در استان و اقدامات فوری و جدی برای قطع زنجیره انتقال ویروس ضروری است. وزیر بهداشت هم در نامه‌ای از وزیر کشور خواسته به دلیل گسترش نوع جهش یافته ویروس مرزهای ورودی و خروجی خوزستان با عراق بسته شود.
موج بعدی همگیری کرونا حالا با روزهای پایانی سال همزمان شده. به گفته مقام‌های مسئول، مردم کمتر شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و همین یعنی امکان بروز فاجعه. شهرهای بیشتری در جنوب و غرب ایران درگیر ویروس جهش یافته کرونا می‌شوند. رئیس بیمارستان عفونی مسیح دانشوری در تهران گفته که دست کم 24 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شدند و این بار جوانترها بیش از بقیه در خطرند. میزان انتقال این گونه نسبت به گونه اصلی ووهان بیشتر و جوانان و نوجوانان را بیشتر درگیر می کند که این حائز اهمیت است. متاسفانه مقدار مرگ و میرش هم از گونه اصلی بیشتر است که این موضوع در دو سه هفته اخیر بیشتر مطرح شده. کنترل نوع جدید ویروس کرونا با فرارسیدن نوروز و سفرهای بین شهری سخت‌تر خواهد شد. ویروسی که سرعت انتقال آن بیشتر است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران حالا گفته دولت تا جایی که بتواند می‌خواهد جلوی سفرهای بین شهری را بگیرد. ما بنامون بر این هستش که تا اونجایی که میتوانیم یه مقدار سختگیری هامون رو ادامه بدیم. اگر انشاءالله مردم همکاری کردن و ستادهای استانی و استانداری ها، ما انشاءالله اگر که بتوانیم وضعیت مناسبی رو در پایان اسفند داشته باشیم، ممکنه که یه سازوکار جدیدی رو برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم، هم برای این که بالاخره مردم بتوانند که از این فرصت با توجه به یک سال گذشته ای که مسافرت نداشتند یه مقدار استفاده بهتر بکنن، هم این که برخلاف گذشته که ما هدف گردشگریمون چند شهر بود یا چند تا استان بود، اینم باید با یه سازوکاری اینو بشکنیمش به اکثر استانهای کشور. در سالگرد ورود کرونا به ایران، موج جدید همه‌گیری بار دیگر استانهای مختلف را تهدید می‌کند. واکسیناسیون به صورت محدود آغاز شده ولی گسترده نیست. مردم کمتر اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند و همین زنگ خطری برای کادر درمان بیمارستان‌هایی است که یک سال کابوسوار را از سر گذراندند. کاوه مشکات، بی بی سی. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفته در یک سال اخیر بیش از 3000 پزشک و صدها پرستار از ایران مهاجرت کردند. پیشتر هم اعلام شده بود که از آغاز شیوع کرونا تا پاییز امسال 7000 پرستار از ایران مهاجرت کردند. مشکل پرستاران چیست؟ در این مورد می‌خوایم با یک پرستار که از ایران با ما در تماس است همین حالا صحبت بکنیم. 7000 نفر در شرایطی که این همه‌گیری کرونا وجود داره و تمام کشورها کادر پزشکیشون رو محافظت میکنند، خیلی عدد بالایی هست. آیا مشاهدات شما همین رو تایید میکنه؟ سلام، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. آیا مشاهدات شما هم تایید میکنه این رو که 7000 پرستار ایران رو ترک کردن و تعداد بیشتری هم قصد ترک رو دارن؟ بله، قطعا صحیح هست این حرف. حالا در مورد آمار و ارقامش اطلاعات من به طور دقیق نیست، ولی من خودم به عنوان حالا پرستاری که توی این سیستم هستم و دارم کار میکنم، دارم میبینم همکارای خودم که به هر حال کلن فکر مهاجرتن و حالا گذشته از اون فعالیت عمده و افزایش فعالیت حالا پیج‌های اینستاگرام و شرکت‌های مهاجرتی خصوصا در حیطه کادر درمان تو این یک سال خیلی بیشتر شده. من حالا به عنوان کسی که خودم هم پیگیر این پروسه هستم، یعنی به شدت این افزایش رو دارم می‌بینم و اکثر مانور شرکت‌های مهاجرتی الان روی کادر درمان هست. دلیلش هم این هست که خب خیلی از کشورها نیازمند کادر درمانی بیشتری هستند، منطقی هست، ولی خب ایران هم به همین کادر درمان احتیاج داره. آیا اقدامی میبینید از طرف مسئولان برای اینکه حفظ بکنه کادر درمان خودش رو؟
ببینید متاسفانه این مدت خیلی شعار دیدیم، شعار خیلی شنیدیم، ولی تا جایی که ما داریم میبینیم و حالا توی عرصه عمل هستیم، ما فقط توی شعار وضعیت کادر درمان و سیستم پرستاری داره بهتر میشه، توی عمل هیچ تغییری اعمال نشده، یا حتی تغییراتی هم که اعمال شده به نظر من به جای اینکه مثبت باشن جنبه منفی دارن، یعنی این فکرها اونجور عملی و زیر ساختی نیستن، یعنی کارهایی دارن انجام میدن که بیشتر باعث تفرقه، دلسردی و سرخوردگی کادر درمان و به خصوص نیروهای پرستاری که این روزا بیشتر از همه درگیر هستن. عمده‌ترین مشکلات چیه؟ ببینین یکی عمده‌ترین مشکلاتی که میتونیم بگیم، یکی خب شرایط رفاهی که برآورده نشده، قانونهایی که فقط نوشته شد ولی هیچ کدوم به عرصه عمل نرسید، بی‌اعتمادی کادر درمان و نیروهای پرستاری به وعده و ایده‌های داده شده. یکی یه نمونه بارزش قراردادهای 89 روزه‌ای بود که اومدن حالا با نیروهای پرستاری بستن و بعد از 89 روز که تمام شد بدون هیچ امنیت شغلی این افراد رو رها کردن. خب این بی‌اعتمادی و این عدم امنیت شغلی واقعا باعث سرخوردگی این نیروها میشه و ترجیح میدن جایی برن که به همون نسبتی که بهشون نیاز دارن به همون نسبت بهشون بها داده بشه. متاسفانه توی کشور ما این در مورد کادر درمان اصلا عملی نشده. میتونم از اون بپرسم برای اینکه یک پرستار به جایی که شما الان هستید برسه چقدر باید تحصیل بکنه و چند سال باید عملا روش سرمایه گذاری بشه؟ ببینید حالا تحصیلات آکادمیک دانشگاهیشو که در نظر بگیریم که برای کارشناس پرستاری 4 ساله، بعد از حالا طی کردن اون 12 سال تحصیلات ابتدایی 4 سال دوره آکادمیک برای کارشناس پرستاری است و الان اکثر نیروهایی که توی کادر پرستاری و درمان دارن کار میکنن میتونم بگم نیروهای افرادی هستن که کارشناسی ارشد هم دارن و حالا به علاوه اون 4 سال آکادمیک 3 سال، 2 الی 3 سال دیگه هم که اضافه کنیم حدود 7 سال یه شخصی که داره توی بالین پرستاری یا حالا هر کدوم از رشته‌های کادر درمان کار میکنه فقط تحصیلات آکادمیک رو گذرونده، 2 سال شرایط حالا اون طرح رو گذرونده که میتونیم بگیم حدود 9 سال میشه. این 9 سال به هر حال کم وقت بله بله هزینه زیادی گذاشته شده. خیلی کوتاه اگر بفهمید، وقت زیادی نداریم، آیا خودتون هم قصد مهاجرت دارین؟ بله قطعا. ممنونم از شما، یک پرستار بود که از ایران با ما صحبت میکرد، از وقتتون ممنون. یمن یکی از خطرناکترین کشورهای جهان است که مردم از 6 سال گذشته را گرفتار جنگ داخلی بودند. شهر تعز در جنوب غربی یمن از خطرناکترین نقاط برای کودکان است. کارکنان سازمانهای مدافع حقوق بشر میگن تکدیراندازان حوثی تا به حال 450 کودک را کشته یا مجروح کردند. حوثی‌ها این اتهام را به شدت تکذیب میکنند. اولا گرین گزارشگر بین‌المللی بی بی سی همراه فیلمبردارش گوکتای کورالتان و تهیه کنندهش کلر رید به تعز رفتن و این گزارش رو از جایی تهیه کردند که به شهر تکدیراندازا معروف شده. این گزارش رو ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر اون ممکنه آزاردهنده باشه. In Taiz, city of snipers. خانواده ای در خط مقدم در تعز، شهر تکتیراندازها. رویدا ساله 8 ساله است و برادر بزرگش امری 10 ساله. رویدا احتمالاً جانش را مدیون برادر است. اینجا جایی است که رویدا افتاده بود، تابستان سال گذشته، زمانی که سرش گلوله خورد. چه کسی به او تیراندازی کرد؟ خانواده‌اش مطمئنند که یک تکتیرانداز حوثی بوده. امری بود که او را کنار کشید و به جای امنی برد. تو خیابون داشتم دبه آب می بردم، بعد هم تو راه خونه بازی کردم. تکتیرانداز زد تو سرش، خیلی ترسیده بودم. رفتم بکشمش کنار. تکتیرانداز می خواست من رو هم بزنه. زمانی که رویدا را به بیمارستان بردند، بیهوش بود و باید جراحی مغز می شد. و از نظر جسمی بهبود زیادی پیدا کرده.
اما هنوز در شهری جنگ زده گیر افتاده که به گفته پدرش اثر خود را می گذارد. رویدا خیلی می ترسه. وقتی بهش میگم برو خرید میگه نه. هر وقت صدا میاد فکر میکنه الان دوباره میزننش. از نظر جسمی داره بهتر میشه، اما به خاطر سردرد نمیتونه بخوابه. هنوز مریضه، نمیتونه بخوابه و دائم سرش رو تکون میده. جلوی خانه رویدا، درست جایی که او را زدند. بچه ها میخواهند بچگی کنند. گلوله خوردن او قوقایی به پا کرد. بعد از آن ماجرا تک تیرانداز ها دیگر به بچه ها تیراندازی نمی کنند. دست کم در این خیابان. ما همراه محافظان مسلح به یک نقطه دیگر درگیری رفتیم. کارکنان سازمان های حقوق بشری همه حملات را ثبت می کنند. به گفته آنها، تک تیراندازان حوثی بیش از 450 کودک را در تعز مجروح کردند یا کشتند. رهبران حوثی میگویند که این اتهامات کذب محض است و سوی مخالفان آنها منتشر می شود. این موانع اینجا برپا شده تا جلوی دید تکتیراندازها را بگیرد. تو این محله باید خیلی احتیاط کنیم و دائم پناه بگیریم. هیچ جا امن نیست، حتی برای بچه ها. میشه از این خونه به اون خونه رفت و از این و اون داستانهایی رو شنید درباره کودکانی که به عمد هدف تکتیراندازها قرار گرفتن. پدر یکی از آنها میخواهد ماجرایش را برای من تعریف کند. بنابراین همراه عبدالقائب احمد به خانهش میرویم. او هر روز این خطر را به جان میخرد. بچه هایش هم همینطور. این عکس را بهار سال گذشته از صابر 10 ساله گرفتند. او چند روز بعد کشته شد. عبدالقائب به من گفت که صابر را وقتی برای شیدن میوه روی درخت رفته بود با گلوله زدند. گلوله از بدنش رد شد. محمد برادر کوچکتر صابر شاهد مرگ برادرش بود. شکم او هم گلوله خورد. بچه 7 ساله خودش را به خانه رساند و زیر پتو پنهان شد. می ترسید به مادرش فتیحه بگوید که از درخت بالا رفتند. Too scared to tell their mother Fatia they had climbed the tree. پتو رو روش کنار زدم و خونریزی رو دیدم. 100 تا جیغ زدم تا همسایه ها اومدن و از بغلم گرفتنش. جیغ می زدم صابر رو بیارین، صابر رو بیارین. گفتم می دونم صابر می ترسه بزنمش چون برادرش رو برده. بعد به هم گفتن صابر تو سردخونه است. نمی دونستم. محمد از خطر جان به در برد، اما وحشتی عمیق در جانش خانه کرده. به گفته مادرش وقتی دلخور است میگوید میرود جلوی تکتیرانداز تا دوباره او را بزنند. کودکان و نوجوانان در سراسر یمن از هر سو در خطر هستند. مرگ معمولا از آسمان میآید. بمباران‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که بریتانیا هم از آن حمایت میکند جان کودکان زیادی را گرفته. ائتلافی که حامی دولت قانونی یمن است. کارکنان سازمان‌های حامی حقوق بشر اینجا در تعز می‌گویند که تفاوت این است که تکتیراندازان حوثی عمدن کودکان را هدف می‌گیرند. به محله رویدا برگردیم. این کودک در بازی خود را به مردن زده. بچه‌ها همیشه آنچه را در دنیای واقعی می‌بینند بازی می‌کنند. اورلگیرن بی بی سی نیوز تایز. دبیر کل ناتو میگوید این سازمان تلاش خواهد کرد تا توافق صلح آمریکا و طالبان به شکل کامل اجرا شود. ینس استولتنبرگ در این حال گفته نیروهای ناتو زمانی از افغانستان خارج خواهند شد که طالبان به تعهداتش عمل کرده باشند. مسئله حضور نظامی ناتو در افغانستان در نشست 2 روزه وزرای دفاع عضو این ائتلاف نظامی بررسی می شود. این نخستین نشست وزیران دفاع ناتو از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکاست. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. برای این سربازان آلمانی که به افغانستان اعزام شدند، تصمیمات نشست ناتو که به شکل مجازی برگزار می شود، اهمیت بسیاری دارد. چرا که هنوز معلوم نیست، آنها در افغانستان ماندنی هستند یا همگیشان ظرف چند ماه آینده به خانه باز می گردند. در این نشست 2 روزه، وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در کنار مسائل مختلفی که بررسی خواهند کرد،
درباره حضور نظامی ناتو در افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت. از حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان 20 سال گذشته. در این مدت ناتو 18 سال در افغانستان حضور داشته، حضوری که این سازمان نظامی آن را پیچیده ترین و بزرگترین پروژه‌اش توصیف کرده. اما این حضور پرخرج و طولانی حالا با پرسش‌های مهم روبروست. طالبان یک سال پیش با آمریکا به توافقی دست یافت که بر اساس آن همه نیروهای خارجی تا میانه بهار سال آینده باید از افغانستان خارج شوند. آیا چنین کاری شدنی است؟ دبیر کل ناتو در پایان روز اول نشست وزرای دفاع این سازمان به پاسخی دیپلماتیک قناعت کرد. خروج ما از افغانستان مشروط به اینه که طالبان تعهداتش رو اجرا کنه. کاری که ناتو در حال حاضر میکنه اینه که از روند صلح حمایت کنه و تلاش کنه تا توافق به شکل کامل اجرا بشه. ما فقط در زمان مناسب از افغانستان خارج میشیم. ناتو در حال حاضر بیش از 9500 نیرو در افغانستان دارد که اهل 36 کشور جهان هستند. از این تعداد 2500 نفرشان آمریکایی، 1300 نفرشان آلمانی و حدود 5800 سرباز باقی مانده از دیگر کشورهای ناتو یا همپیمانانش به افغانستان اعزام شدند. برای دولت افغانستان که تازه چند ماهی است مذاکراتش را با طالبان آغاز کرده، خروج این نیروها می تواند به تضعیف قابل توجه مواضعش در برابر این گروه منجر شود. موضوعی که از سوی هواداران دولت این کشور تهدیدی امنیتی توصیف می شود. اما مهمتر از این نیروها، دولت افغانستان به پول نیاز دارد. این نقل قولی است که روزنامه تایمز لندن به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان منتشر کرده. ما انتظار داریم که ظرف چند سال آینده بتوانیم به شکل مستقل مسئولیت امنیت کشور را بر عهده بگیریم. مهمترین مشکل ما پول است، نه سرباز و توان رزمی. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنوز باید به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که چه تصمیمی برای توافق کشورش با طالبان خواهد گرفت. اگر او به این توافق پایبند بماند و نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، زمینه برای خروج همه نیروهای ناتو نیز فراهم خواهد شد. اما اگر بخواهد حضور نظامیش را فراتر از موعد مقرر تمدید کند، سرنوشت این توافق هم مبهم خواهد بود. کیوان حسینی، بی بی سی. عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، گفته که طالبان احتمالاً در پی دستیابی به موشک‌های پیشرفته هستند. مارشال دوستم که در مراسم بزرگداشت علیشیر نوایی، شاعر دوره تیموریان، صحبت می‌کرد، گفت طالبان توافقنامه صلح این گروه با آمریکا رو بارها نقض کردند. او گفت برای صلح دست مردم افغانستان نرمتر از ابریشم و باریکتر از موست. علی حسینی از شهر شبرقان در شمال افغانستان گزارش می‌دهد. مراسم تجلیل از 580 سال روز تولد علیشیر نوایی، شاعر، متفکر و سیاستمدار ترک تبار دوران تیموریان و همچنین ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار امپراتوری گورکانیان در هند، نویسنده و شاعر، در شبرقان مرکز ولایت جوزجان. مارشال دوستم در این مراسم با اشاره به روند مذاکرات صلح افغانستان گفت اگر رئیس جمهور می بود، خیلی وقت پیش هیئت مذاکره کننده با طالبان را از دوحه قطر فرا می خواند. به گفته او، طالبان بدون تایید ISI، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، حتی نمی توانند به خانه ایشان بروند. وابستگی که طالبان بارها آن را رد کردند. با ما حضور کرده بود که مارشال دوستم تو امرای روسا خوب هستی، برای ما چند تا از همینجا روسا یک راکیت داره، زمین به هوا است، این استینگر است، استینگر هیچ فرق نمی کنه. ما گفتم روسا پر افقای شماست، ما که ارتباط نداریم، خودتان برید، پیغم شما زیاد دارید، کنترل مواد مخدر هم در دستتان هست، همه گیر، ما گفتم خودتان بخرید، پیشانه گردن
پایانتر بخورد یا دیگر بخورد. آقای دوستم در عین حالی که گفت نیروهای امنیتی افغانستان صورت و سینه طالبان را نشانه بگیرند و آنها را بکشند، افسود از فرصت پیش آمده برای مذاکرات صلح باید استفاده کرد. آقای دوستم در این مراسم فرهنگی مثل بسیاری از افغانها که میدان سیاست هم برایشان هست، به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی واکنش تندی نشان داد. آقای حکمتیار دولت را به نقض معاهده صلح با این گروه متهم کرده و گفته بود که اگر بر اساس این معاهده عمل نشود، ارگ را محاصره کرده و دولت را سقوط خواهد داد. آقای دوستم گفت اگر کسی ارگ را تهدید می‌کند، باید از کابل با سنگ کشیده شود. اگر هدایت شود در 2 الی 3 ساعت 4 ساعت 2-3 هزار شربچای جوزجان شمال قطعه میرسیم. اگر ارک نزدیک شده باید دیگه برامدنم فکر کن کجا میبرایی بول رسم اون دل بز یانگ جولای نسک بابروتیمو. در مراسم گرامی داشت از علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر، دو شاعر نامدار زبانهای ازبکی و فارسی و سیاستمداران سده 15 میلادی، گفته شد که پیام تجلیل از این دو شخصیت همدیگر پذیری است و با توجه به این اصل نتیجه روند کنونی مذاکرات صلح باید از بین بردن درجه بندی اقوام و زبانها در افغانستان باشد، مسئله ای که ریشه بسیاری از مشکلات در این کشور است. علی حسینی، بی بی سی، شبرغان. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور یوتیوب تماشا کنید. ممنون از همراهی شما و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.